سوم مرداد ماه هر ساله یادآور عملیات فروغ جاویدانه. اما یادآوری سالگرد این عملیات امسال هم برای رژیم و هم برای مردم ایران رنگ و بوی دیگه‌ای داره. چون قیام 1401 رو پشت سر خودمون داریم. قیامی که رژیم رو تا مرز سرنگونی کشونده بود. به همین خاطر رژیم به خوبی میدونه که مردم ایران که همکنون در آستانه سالگرد اون قیام سراسری هستن، تا چه حد تشنه یک الگوی مادی و در دسترس برای سرنگونی و خلاصی از این حکومت دیکتاتوری هستند. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای عباس سنابری. آقای سنابری سلام میکنم بهتون. خیلی ممنون که برای این گفتگو اومدین. ابتدا میخواستم کمی به عقب برگردیم و بپرسم که هدف خمینی از خوردن زهر آتش بس و پذیرش قطعنامه برای پایان دادن به جنگ چی بود؟ منم سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه هموطنانمون در هر کجایی که هستن و صدا و تصویر ما رو دارن و درود میفرستم به شهدای قهرمان عملیات کبیر فروغ جاویدان. درود. اما در مورد این سوال، برای اینکه پاسخ دقیقی بشه به این سوال، یعنی هدف خمینی از خوردن زهر آتش بس بدیم، نیازه که بدونیم در اون روزگار خمینی و رژیمش در چه وضعیت و شرایطی بودند. خمینی با ماهیت ضد تاریخی و قرون وسطایی که داشت، قرار گرفتنش در موضع رهبری انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران، همه میدونیم که نتیجه سرکوب انقلابیون در دیکتاتوری شاه و همچنین زد و بند با استعمارگرا بود. در نتیجه با این پیشینه و با این وضعیت قادر به حل هیچ مسئله‌ای از جامعه ایران نبود. برای همین هم استحکام پایه‌های خلافت و دیکتاتوری زیر پرده دین خودش رو در سرکوب آزادی‌هایی که مردم ایران با سرنگونی دیکتاتوری شاه به دست آورده بودند می‌دید. و برای سرپوش گذاشتن روی این سرکوب، آتش جنگ ضد میهنی با عراق رو به عنوان یک جنگ مقدس زمین چینی و روشن کرد و تضمین بقای رژیمش رو هم در استمرار این جنگ میدید و این رو به زبان خودش هم میگفت. میگفتش که شکست در جنگ دفن اسلامه، که خب اسم مستعار رژیمش بود. اما در نقطه مقابل، در مقابل خمینی، رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی با برافراشتن پرچم صلح و آزادی و تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پراقتدار خلق از جنگ، یعنی همون چیزی که خمینی نعمت توصیف میکرد، یه بستری برای خاموش کردن آتش این جنگ ویرانگر خمینی درست کرد و ارتش آزادی بخش بعد از تأسیس در کمتر از 2 سال با 100 رشته عملیات قهرمانانه گام به گام مراحل رشد خودش رو طی کرد و با گسترش کمی و کیفی عملیاتش تا فتح شهر مهران هم پیش رفت و تو اون عملیات بیش از، یعنی عملیات فتح شهر مهران، بیش از 2 میلیارد دلار غنیمت از انواع سلاح و تانک و توپ و همچنین بیش از 1000 اسیر از رژیم گرفت و کار رو به جای رسوند که خمینی فهمید عملیات بعدی این ارتش آزادی بخش همونطور که در شهر مهران خودشون شعار می دادند امروز مهران فردا تهران، فتح تهران و در هم پیچیدن تومار ولایت سفیانیش خواهد بود. تو این نقطه بود که خمینی قطعنامه 598 رو پذیرفت و جام زهر رو سر کشید، که خب هدفش از کارای انداختن این سلاح مردم ایران، یعنی ارتش آزادی بخش، و قفل کردن اون در پشت مرزها و معرفی اون به عنوان زائده جنگ ایران و عراق بود، تا اینکه این ارتش نتونه
سرنگونی رو که در چشمانداز نزدیک رژیم قرار داده بود محقق کنه. خمینی با این چرخش، با این چرخش ناگهانی خودش میخواست ارتش آزادی بخش و شورای ملی مقاومت رو از صحنه حذف کنه تا اینکه راه هر گونه معامله‌ای بر سر حقوق مردم ایران و استقلال اون با استعمار باز بشه و راه حل انقلابی که تنور جنگ طلبی خمینی رو گل گرفته بود و معجزه به زانو در آوردن رژیم رو در جنگ محقق کرده بود با مارک عراقی از دور خارج بشه. و دیدیم که کارگزارای رژیم، کارگزارای سیاست خارجی رژیم که قبلا حتی حاضر نبودند با هیئت‌های خارجی و رؤسای کشورهای دیگه در مورد جنگ و آتش بس حتی صحبت کنند، به خاطر سیاست صلح شورا و مجاهدین و حضور ارتش آزادی بخش در خاک عراق در پشت مرزهای ایران به مجاهدین تهمت می زدند. بعد از 27 تیر 67 و خوردن زهر آتش بس، در به در تو راهروهای سازمان ملل دنبال یک مقام عراقی بودند تا با اون وارد گفتگو بشند. خب خیلی ممنون از این توضیحات روشنگرتون. اگه بشه به ما این که هدف ارتش آزادی بخش ملی از دست دادن به عملیات فروغ جاویدان چی بود؟ ببینید، وقتی که سرفصل ها فرا می رسند، نیروی پیشتاز باید پا به میدون بگذاره و قیمت اون رو بپردازه، وگرنه دنبال روی حوادث و رویدادها میشه و در گیرودار تحولات سیاسی و تعادل قوا توجیهگر نکرده های خودش میشه و دچار اپورتونیسم میشه و الی آخر. ارتش آزادی بخش هم که تو موقع یک راه چند ساله رو طی کرده و به نقطه رسیده بود که تونست تنور جنگ ضد میهنی خمینی رو گل بگیره، باید فراتر از قدرت نظامی و تشکیلاتیش ماهیت ملی و آرمانی خودش رو بارز بکرد. لذا در مقابل این هدف خمینی که قفل کردن ارتش آزادی بخش پشت مرزها و به شکست کشوندن استراتژی ارتش آزادی بخش بود، فرماندهی ارتش آزادی بخش دقیقاً بلافاصله بعد از پذیرش آتش بس توسط خمینی برای درهم شکستن این توطئه ارتجاعی خمینی پیش دستی کرد و تاریخ عملیات فتح تهران رو که خوب در چشمانداز داشت جلو کشید و تصمیم به تهاجم تمام عیار گرفت و در کمتر از یک هفته، شاید 5 روز، دقیقاً 5 روز، خودش رو برای یک عملیات، برای یک تعرض عظیم با هدف سرنگونی رژیم آماده کرد و بعد هم با تمام قوا حرکت کرد و به این ترتیب اثبات کرد که استراتژی پیروزمند ارتش آزادی بخش که تا اون موقع زهر آتش بس رو به کام خمینی ریخته بود بسیار قوی تر از اونه که خمینی توان در هم شکستنش رو داشته باشه. در واقع عملیات کبیر فروغ جاویدان پاسخ استراتژی پیروزمند ارتش آزادی بخش به توطئه ارتجاعی خمینی بود. فروغ جاویدان نقشه های خمینی رو نقشه بر آب کرد و به دنیا هم نشون داد که این ارتش بازوی استوار و پراقتدار خلق قهرمان ایرانه، نه زائده جنگ. نشون داد که این ارتش زبان آتشین مردم ایران با دیکتاتوری مذهبیه، نماد استقلال مقاومت میهن ماست، نه وابسته به بیگانه. بیمه نامه‌ای رو هم که در مورد فروغ جاویدان حتما شنیدید میگیم، یعنی همین فروغ جاویدان بیمه‌نامه ارتش آزادی بخش ملی ایران بود
رهبر مقاومت در این باره گفته که در حساس ترین لحظه ای که میخواستن علیه ما توطئه کنند و صلحی که خود ما بالاترین کار را برای تحقق اون کرده بودیم طناب دار برای خودمون بسازند، ما با این عملیات بزرگ و این پرش و خیز انقلابی و پرداخت بهاش نه تنها ابتکار عمل رو به دست گرفتیم و تمام توطئه‌های دشمن و ایادی داخلی و بین‌المللیش رو باطل کردیم، بلکه با زلزله‌ای که سر تا پای رژیم در اون فرو رفت و با تکان بزرگ اجتماعی که ایجاد شد و حمایت عظیم مردمی که نثار شد، خیلی راه‌ها رو بر دشمن سد کردیم. در واقع باید گفت که فروغ جاویدان پاسخ صادقانه مجاهدین به ضرورت تاریخ بود. بزرگترین تهاجم ارتش آزادی بخش ملی ایران به تمامیت رژیم ضد بشری خمینی بود، تعرضی که پسمانده های دجال ضد بشر هنوز هم از تداعی خاطرش به خودشون میلرزند و زوزه وحشت سر میدن. خب خیلی ممنون. این اگه بشه بگین که عملیات فروغ جاویدان چه دستاوردهایی برای مردم و مقاومت ایران داشته؟ ببینید، بعد از اعلام آتش بس، یعنی بعد از اینکه ارتش آزادی بخش به عنوان عامل تعیین کننده درونی و ایرانی، تأکید میکنم عامل تعیین کننده درونی ایرانی، درونی و ایرانی، خمینی رو مجبور به خوردن زهر آتش بس کرد، با عملیات فروغ جاویدان مقاومت ایران ثابت کرد که اگرچه آتش بس شده، ولی این آتش بس در جنگ ایران و عراق، یا دقیق تر بگیم در جنگ خمینی با عراق و نه در جنگ مردم ایران با رژیم خمینی، با فروغ بود که دنیا دید که ولو بین رژیم خمینی و عراق آتش بس بشه، ولی جنگ اصلی همچنان ادامه پیدا میکنه. ادامه جنگ 8 ساله با عراق از جانب خمینی هم برای پوشوندن جنگ اصلی، یعنی جنگ خودش با مردم ایران و مقاومت مردم ایران بود. واقعیت اینه که پس از فروغ جاویدان، ارتش آزادی بخش با ابتلاعات بسیار سنگینی روبرو شد، از جنگ کویت تا نتایج اشغال عراق و بعدش هم خلع سلاح مجاهدین و اجبار ارتش آزادی بخش برای اینکه یگانهاش رو تماما در اشرف متمرکز کنه و بعدم مسئله فشارها در اشرف و ترک اشرف و رفتن به لیبرتی و موشک بارانها برای نابودی ارتش آزادی بخش و ابتلاعاتی که خب هر کدوم برای نابود کردن یک ارتش قدرتمند انقلابی و ارتش مقاومت کافی بود، ولی ارتش آزادی بخش حتی با از دست دادن سلاح نه تنها باقی موند، بلکه در مرحله بعدی استراتژی 1000 اشرف رو از درون این ابتلاعهای سهمگین بیرون کشید. و این استراتژی 1000 اشرف چیزی نبود جز تداوم استراتژی جنگ آزادی بخش نوین. فروغ جاویدان علارغم این که خب به هدف تمام عیار نظامی خودش که خب رسیدن به تهران و سرنگونی بود، علارغم که به این هدف نرسید، ولی اونچنان پیروزی و حماسه درخشانی رو رقم زد که بقای ارتش رو بیمه کرد. یعنی به تصادف ارتش آزادی بخش قادر نشد این مراحل بسیار سهمگین رو که من الان خیلی تیتروار گفتم و عبور کردم از سر بگذرونه. ریشه و بنیاد این پیروزی و ماندگاری در بیمه‌نامه فروغ جاویدان بود.
وقتی این نسل با قیام خودش در فروغ جاویدان رسالت ویژه تاریخیش یعنی بیمه کردن ارتش آزادی بخش رو انجام داد، دیگه هیچ ضربه و فشاری نبود که بتونه راه پرفروغ فروغ جاویدان و استراتژی سرنگونی آخوندها رو کور کنه. این مسیر شکوهمن ادامه پیدا کرد تا اونجا که امروز ارتش آزادی بخش تکثیر شده به 1000 ارتش آزادی بخش، به یگانهای ارتش آزادی بخش که همون کانونهای شورشی تو سراسر ایران به عنوان پیش قراولان ارتش قیام هستن. خلاصه کنم، بیمنامه فروغ جاویدان راه حل انقلابی رو در برابر راه حل استعماری و ارتجاعی جلو انداخت و مانع از تثبیت رژیم ولایت فقیه شد و در کلام آخر در ابعادی بسیار کلان از تاریخ ملت ایران خون ذخیره کرد. با سپاس از شما آقای عباس سناوری که وقتتون به ما دارین و در این گفتگو شرکت کردین. بسیار ممنون و خدا نگهدار. منم تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادید.